واکنش کابل در برابر برخورد نادرست پاکستان با مهاجران افغانستان. وزارت امور خارجه کشور نسبت به برخورد نادرست، بازداشت و حتی زندانی کردن مهاجران افغانستان در پاکستان نگرانی کرده است. لسه مدیر احسی د پاکستان په پا بیلابیل شهرونو افغانستان سره د تک را تک پر لارو په ځنګړي توګه په سین ایالت کې افغانانو سره د پاکستانی پولیسو له لورې ناوړه چلند کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزو جوړول غندي. له پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي. وزارت امور خارجه از مقامهای پاکستانی می خواهد که به حقوق پناهجویان افغان تعهد و احترام داشته باشند و به پلیس اجازه ندهند تا با افغانهای مهاجر بدرفتاری کنند. د ستونزو د حل لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په پا پاکستان کې افغان سفارت او قونسلګریو په پرله پسې توګه هڅه وکړه، خو له بده مرغه د غوښتنو سره سره د ستونزو حل نشوه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت تل د ډیپلوماتیکو لارو د پاکستان په چارواکو غږ کړی چې د افغان مهاجرینو د حقونو درناوي ته ژمن پاتې شي. هلته له تلونکو او میشتو افغانانو سره د ناوړه چلند څخه پولیس منع کړي او د یو مسلمان ګاونډي په توګه د افغانانو شکر به توب وکړي. آگاهان هم به این باورند که برخورد پاکستان با شهروندان افغانستان نادرست و خلاف قوانین مهاجرت بوده و هرچی زودتر این چالش باید از راه های دیپلماتیک با آن کشور حل شود. پلیس پاکستان صدها تن از مهاجرین افغان شامل زنان و کودکان را به دلیل نداشتن مدارک قانونی بازداشت کردند. از یک سو حکومت پاکستان ویزای تاریخ گذشته آنها را تمدید نمی کند و از سوی دیگر هم حکومت پاکستان اعلان کرده است که تا ختم سال 2022 تمام مهاجرین غیرقانونی افغان را بازداشت و برای 3 سال زندانی خواهد کرد. رفتار پاکستان با اتباعی افغانی که ما ویدیوهایشان را دیدیم قابل تقبیح هست و غیر از این که اعلامیه داده وزارت خارجه باید است که کاردار پاکستان احضار شود و این موضوع تمام ابعادش امرایش بحث شود. در همین حال قنسلگری کشور در کراچی پاکستان آماری از افغانهایی که زندانی و یا بازگشت داده شده اند را با رسانه ها شریک کرده که بر بنیاد این آمارها 1268 تن در زندانهای شهر کراچی و حیدرآباد که مربوط به ایالت سند می شوند در بند هستند و 194 تن هم به کشور بازگشت داده شده اند.